تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، اللهم صل على محمد و آل محمد. سر سفره قرآنیم، آیه به آیه تفسیری داریم چند دقیقه به جزء 12 سوره هود و الان آیه 82 هستیم. بشنویم. فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ. آیه 83. مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ. آیه تقریبا داره آیه پرونده ماجرای قوم لوط را در هم یعنی مختومه میکنه. قوم لوط گرفتار گناه لوات بودن، منحرف بودن، حضرت لوط پیغمبر هر چی دعوت کرد گوش ندادن، حتی قصد عمل و تجاوز و عمل بد را به مهمانای حضرت لوط که فرشتگان در قیافه انسان بودن داشتن، که فرشته ها به حضرت لوط دلداری دادن نترس چون ما فرشته هستیم، اینا دسترسی به ما پیدا نمی کنن. ما همین امشب نزدیک صبح یا خود صبح شهر رو زیر رو میکنیم، فقط تو زن بچه دو بردارو برو، یعنی اهل دوار دار برو جز زن تو که چون زنت هم فکر تو نیست باید جز همون قوم فاسد نابود بشه. فلما حال ای آیه اینه، فلما جا امرنا، وقتی فرمان قهرمان صادر شد، جعلنا عالیه ها سافله ها، قسمت یعنی زیر رو کردیم، بالا رو پایین قرار دادیم یعنی زیر رو کردیم. و امطرنا علیهم حجاره، باروندیم بر اینها سنگهایی، من سجیل، سجیل این کلوخ، از سنگ نرمتر، از شن سفتر، کلوخ، منضود، منضود یعنی پی در پی یا لایه لایه، از سنگ گلهایی که لایه لایه بود بر اینها پرتاب کرد. خب این آیه پایان کار قوم لوط رو بیان میکنه که به هر حال این حضرت لوط در زمان حضرت ابراهیم بود، شعبه از کار حضرت ابراهیم رو دنبال میکرد، در سرزمینی به نام معتکفات رفت، مردم منطقه بت‌پرست بودن، علنی لوات میکردن، حضرت لوط هرچی مبارزه کرد با این فساد فایده نداشت و حتی مورد تهدید قرار گرفت که میگفتن لئن لم تنتهی یا لوط لتکونن من المخرجین، دست از حرفات نزدید تو رو تبعیدت میکنیم، ولی بالاخره خداوند پایان کار اینها را با قهر خودش پرونده شو بست. کیفر کسانی که با فطرت مبارزه میکنن، یعنی برخلاف فطرت میرن، زیر رو شدن شهرشونه، واژگون، یعنی اینا که واژگون فکر میکنن واژگون میشن. قدرت الهی میتونه به جای باران رحمت سنگ بر انسان ببارن. انحرافات اخلاقی ظلم و ماد و ماهیه من الظالمین ببعید. این سنگ ها هم مسومه بودن، مسومه یعنی سنگ هایی که چیزان نشاندار بودن. حالا این سنگ ها نشاندارن یعنی چه؟ یعنی هر سنگی مال یه نفر بود، یا نشاندار بودن یعنی با باقی سنگ ها فرق داشتن، یعنی سنگ های خاصی بود که اینها بستر اینها میبارید. خب قصه حضرت لوط تمام. اون چه نتیجه میگیریم اینه که گردن کلفتی و سرسختی و اصرار بر گناه و بی‌اعتنایی به موعظه ها و معجزه ها و دلائل و ناله های انبیا کیفر دارد. آمریکا و شوروی و شرق و غرب هم نداره، این عمل همجنسوازی کیفرش اینه که منطقهشون نابود بشه.
اگر خداوند یه مدت مهلت میده ولی سنت خدا جای نمیده، دیر و زود داره و سوخت و سوز نداره. خداوند تو نیست که اگر یک منطقه همجنس بازی را رواج دادن زیر رو کنه ولی منطقه دیگه همجنس بازی کنن خدا کارشون نداشته باشه. اون عذابی که بر قوم لوط آمد بر مناطق دیگه هم اگر همجنس بازی را رواج بدن خواهد آمد. حواسمون جمع باشه، خدا با هیچ کس قرارداد شخصی نداره و کینه شخصی هم نداره. کارهای خدا قانونمنده، زمانمنده، قانونمنده، سنته، سنت حکیمانه. خدای تو رو به حق محمد و آل محمد همه ما را به راه راست هدایت بفرما. خب ماجرای حضرت لوط تمام شد، بریم سراغ ماجرای حضرت شعیب در آیه 84 سوره هود. و السلام علیکم و رحمت الله.